درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان بزرگوار در هر سر تا سر گیتی. مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و دهم از ماه آگست. اوت میگفتیم اوت، بله، حالا چطور آگست میشود اوت من نمیدونم، ولی آگست به زبان فصیح انگلیسی آگست. حالا اوت شده است، خب به هر صورت یه دلیل حتما داشته. عرض میکنم خدمت شما که ما اینجا از گنجینه های ماندگار زبان پارسی چیزها میآوریم خدمت شما، مثل دیوان سعدی بزرگ و قدیمترین همه اینها اوستاست البته، و به خصوص بخش گادها که به تحقیق سروده های زرتشت بزرگ پیامبر بزرگ ایرانی است. و صد افسوس وقتی مقایسه میکنیم این گفتار زرتشت که گفتار بسیار عمیق انسانی و فلسفی هست با تعلیمات قرآنی، در میابیم که ما به کجا بودیم و به کجا افتادیم. یعنی این تعلیمات که برخواسته از جغرافیای این سرزمین و عمیقا از فرهنگ این سرزمین بوده که گفته های زرتشت هست، ناگهان به کناری رفته و حکمتی که چه عرض کنم، تعلیماتی که برخواسته از این بیابانهای خشک پر نمیدونم سوسمار و شتر بوده، نه که در سوسمار و شتر اشکالی باشه، اما بسیار مغایر بوده با این مردم و این فرهنگ و این عرض میکنم که جهانبینی این مردم که در این سرزمین میزیستن، آمده با زور مالیات و شمشیر و اینها بالاخره و تحقیر ملت عرض میشود که وارد کردن دین وارداتی. خود این قرآن میگوید آقا ما پیامبری نفرستادیم مگر برای اون مردم، به زبان اون مردم، چون این پیغمبری یه قوم به درد قوم دیگری نمیخوره، مگر با زور شمشیر غالبش کنیم و رایجش کنیم به زور کتک و سربریدن و این حرفا. باری گاتهای زرتشت، حالا یه دی دوست دارم بگم گاتاها، نه آقا همون گاتهاست دیگه، گاتاها. خب ما میخونیم اینجا یکی از این سرودهای بسیار زیبای زرتشت رو. ببینیم، خب میگوید پروردگارا بشود که مانند کسانی که جهان را به سوی تکامل و آبادی پیش میبرند از بندگان وفادار تو باشیم. ای خداوند جان و خرد و ای هستی بخش بزرگ، بشود که در پرتو راستی و پاکی از یاری تو برخوردار گردیم. تا زمانی که ما دستخوش بدگمانی و دودلی هستیم، اندیشه و قلب ما یک پارچه به تو توجه پیدا کند. عرض کنم اجازه بدید که قبل از این که همون رو نگرش دارین، امیر جان دست درد نکنه، من داستان کوچیک از سعدی بخونم خدمتون. خب اسلام میگوید هر کس یک سیلی زد یک سیلی دیگر بزن، عمل مقابله به مثل کن، قصاص کن. سعدی فرزانه عرض کردم خدمتون هر جا برخورد کرده به یک چیز وحشیانه اسلام، یکی دو داستان علیهش آورده به شیرینی و رندی تمام. دو داستان اینجا هست خدمتون کوتاه هستن میخونم اینجا براتون. میگوید شنیدم که
فرزانه ای حق پرست. گریبان گرفتش یکی رند مست. از آن تیر دل مرد صافی درون، قفا خورد و سر بر نکرد از سکون. یه مستی، این واژه رند به معنای اجامر و اوباش بوده. رندی دیدم نشسته بر واره توس، خیام میگوید، یا منصوب به خیام، یا خواجه ابوالفضل بیهقی در موضوع بردار کردن حسنک وزیر میگوید مشتی رند را سیم دادند که سنگ دهید، و مرد خود مرده بود که جلادش تناب به گلو انداخته و خفه کرده. یه همچی چیزیست، ولی من دقیقا ممکنه نقل قول نکردم، اما رند یعنی آدم های بی سر و پا. تا میرسیم به حافظ، به حافظ که میرسیم تقدسی میگیره این واژه رند و معنیش کاملا عوض میشه در زبان فارسی و مشابهش هم در هیچ فرهنگی پیدا نشد. یعنی اون چه حافظ به رند منتسب میکند و مفهومی که از رند ما میدانیم در هیچ فرهنگی نیست. در سعدی که حدود 80-90 سال پیش از حافظ است، رند همون معنی آدم بی سر و پا رو میدهد. بله، میفرماید شنیدم که فرزانه ای حق پرست، گریبان گرفتش یکی رند مست. از آن تیر دل مرد صافی درون، قفا خورد و سر بر نکرد از سکون. از فرط متانتی که داشت پس گردنی خورد از این آدم بی سر و پا، اما سرش هم بلند نکرد. یکی گفتش آخر ند مردی تو نیز، تحمل دریغ است از این بی تمیز. آقا تو هم مردی، میزدی تو هم، تو هم بزن. شنید این سخن مرد پاکیز خوی، بدو گفت از این نو با من مگوی. درد مست نادان گریبان مرد، که با شیر جنگی سگالت نبرد. زهوشیار عاقل نزیبت که دست زند در گریبان نادان مست. هنرور چنین زندگانی کند، جفا بیند و مهربانی کند. به به، درود بر سعدی. و بعد یک داستان دیگری است باز. میفرماید سگی پای صحرانشینی گزید، به خشمی که زهرش ز دندان چکید. سگی پای نفر گرفت، صحرانشین، با خشم و خروش این سگ پای آقا رو گاز گرفت. شب از درد بیچاره خوابش نبرد، به خیلندرش دختری بود خورد. یه بچه دختر کوچولو هم داشت. خیلی خوب، پدر را جفا کرد و تندی نمود، که آخر تو را نیز دندان نبود. گفت بابا تو هم که دندون داشتی، چرا تو هم پای سگ گاز میگرفت؟ دختر بچه میگه پدر را جفا کرد و تندی نمود. این نمودن رو بعضی از دوستان فاضل ما میگوین غلطه به معنی کرد، در حالی که چنین نیست. سعدی آورده، بیهقی آورده، فردوسی آورده، تمام فصحا و بلغا و بزرگترین نویسندگان ما این نمود رو به جای کرد آوردن. سعدی هم اینجا پدر را جفا کرد و تندی نمود، که آخر تو را نیز دندان نبود. پس از گریه مرد پراکند روز، بخندید که ای بابک دلفروز. ای نور چشم من، خندید بابا بعد از اینکه درد این دندان سگ از پاش چیز شد، خندید، گفت ای جان دل بابا. بابک اینجا برای تحبیبه، یعنی ای در واقع نور دیده کوچولوی بابا. خلاصه ای بابک دلون، مرا گرچه سلطنت بود و نیش، دریغ آمدم کام و دندان خیش.
محال است اگر تیغ بر سر خورم که دندون به پای سگ اندر برم. توان کرد با ناکسان بدرگی، ولی که نیاید ز مردم سگی. بله خب آقا سگ پای ماری گرفت که من که نمیم پای سگ گاز بگیرم بابا جون. اینجا سگ که میگوید در واقع مقصودش سگ نیست، مقصودش همین چاقکشای خودمون است. آدم ها مثل چاقکشای خودمون، برادران بسیج خودمون، آخوندهای خودمون. آقا یه خبر خوش دارم که من از دیشب تا حالا بسیار خوشحال کرده. اولین چیز زیبا رو من از ایران دیدم بعد از 40 سال. فکر کردم ما از این دنیا برویم و یک چیز خوب نبینیم که از وطن ما آمده باشه. یک مردی آخوند به نام حاج آقا ربانی نشسته داره، دستکش هم دستش نکرده، چند تا طول سگ رو شیر میده. مادر این سگا طول سگا مردن. این کار این حاج آقا با 1000 حج پیاده برابر است اون که حج آخوند رفته از 1300 سال پیش که آخوندیس بر آمده تا امروز. ثوابش به اندازه کار این مرد نیست. من کلامو به احترام این آخوند محترم بر میدارم. لطفا نشون بدید، نشون بدید آقا، ببینید که آخوند آدم هم ممکنه پیدا بشه. بفرمایید حاج آقا ربانی نشسته طول سگا رو داره شیر میده. احسنت. ببینید با چه لطافتی این مرد آخوند داره بچه سگا رو که مادرشون مرده داره شیر میده. خب این با 1000 حج پیاده برابر است. خدا پدرت بیامرزه بابا جا. خیلی خیلی لطافت داشت، خیلی انسانیت داشت در این تصویر. و با اینکه پیغمبرش فرموده است که سگا رو بکشید، عرض میکنم که و مولا علی هم مأمور کشتن سگا بوده، رحم سگ و آدم اینا نمیکرده، مولای متقیان هم بوده. خنددار اینجا سالا. حالا این داستان علی رو ما بایستی بررسی کنیم، ببینیم داستان علی چیه. ما دو علی داریم، دو گونه علی داریم. یه علی ایرانی که همین است که اسمش میبریم از بام تا شام، که خودمون ساختیم، فضیلتاش هم بر اون نهادیم. هر عرض میکنم که چیزی در توبره فتووت و جوانمردی و بزرگواری و معرفت و شناخت بوده به اون منتسب کردیم. این علی، علی ساخته ذهن ماست. یک علی هم داریم، پسر ابو طالب. این پسر ابو طالب هم فضیلت داشته، نه که نداشته، یعنی همینقدر که هرگز دروغ نگفته. آقا این خیلی فضیلته. مورخین به اجماع میگوین این مرد هرگز دروغ نگفت، هرگز هم فرار نکرد. خیلی خوب، حالا دروغ نگفتنش فضیلته، فرار نکردنش هم به نوعی فضیلت هست. اما رفته بود چیکار بکنه که فرار نکرد؟ رفته بود به جنگ مردم دیگه سر ببره، حالا فرار نکرد. خیلی خوب، حالا امرش از ایمانی که داشته. ولی نه اون چنان بوده است که ما فکر میکنیم. اینا رو ما ساختیم، یعنی جای خالی رستم رو خواستیم با این آقا پر کنیم، همون گونه که جای خالی سیاووش رو، سیاوخش که ما ایرانیان یکی دو ماه به خصوص در خراسان اونجا عزاداری میکردیم و چه میکردیم و عرض کنم که جنگ های ایران و توران مبتنیست بر کشتن سیاوش یا سیاووش و سیاوخش، هر سه صورت در شاهنامه هست. این نیست که همه جا سیاوخش باشد، علی رغم اون چه پاپتی ها که دویدن وسط کتاب میگوین اینطور نیست، متناسب با وزن شعر استاد طوسی هر سه موردش رو به کار برده. باری
حسین رو ما آوردیم جانشین کردیم. این علی هم دو گونه است، این علی ایرانی، یک علی که بود علی تاریخی. بنابراین این مطلب رو به یاد داشته باشیم، اگه شما بروید و با یک مرد سنی اهل عربستان سعودی بشینید راجعش صحبت کنید، میگوید آقا زاهدترین خلفا امیرالمومنین عمر بوده از نظر اونا عرض میکنم. و وقتی رفتارش هم نگاه میکنیم میگیم واقعا چنین بوده. اما ما ایرانیا چی فکر میکنیم؟ ما فکر میکنیم که عمر آدم ملعونی بوده. ما شیعیان یعنی رافضیا. حالا ریشش از کجا میاد؟ ریشش از اونجا میاد که در روزگار عمر است که حشمت ساسانیان بر باد رفت، در روزگار عمر است که ایرانیان به اسارت رفتن، در روزگار عمر است که جنگ نهاوند اتفاق افتاد و جنگ قادسیه اتفاق افتاد و جنگ های دیگر و این کشتار بی اندازه‌ای که شد و این اسارتی که ملت ایران رفتن، هزاران هزار بچه های کوچک رو اینها جلوی این شتراشون دوانیدن تا مدینه، اونجا فروختند، پولش رو گرفتن، اسلحه خریدن که قوی تر بشن. این اهل دین، این چه دینیست من نمیفهمم. زن و مردم ببری بفروشی اسلحه بخری، این نمیدونم تقدسش در کجاست. شما اگر کشف کردیم به بندم بفرمایید، ما رو به راه راست هدایت کنید، چون ما گمراه هستیم آقا، گمراه. پیغمبر خدا زن و بچه مردم میفروشه، میده دست یکی عثمان، میگه ببر شام اونجا اسلحه بخر و اسب بخر و شتر و اینا برده بیار حمله کنیم به جای دیگه. پنداری که بقیه مردم خلق خدا نیستن. بله این گرفتاری ماست. خدمت شما عرض کنم دیکتاتوری مریضه، آدم دیکتاتور بیماره، بیماری قدرت داره. این صندلی قدرت رو ما هر کس بر اون بنشانیم دچار این بیماری میشه، ویروس داره، از این صندلی بهش سرایت میکنه، مریض میشه. حرص دنیا و دنیا دوستی اونچنان یقشو میگیره که این شروع میکنه به قتل و جنایت و مال مردم خوردن. و هر جنایتی شما تصور بفرمایید آدم مستبد انجام میده. نگاه کنید به اعمال رفتار این آقای علی خامنه ای. یه آخوندی بود آقا، این هم شنیدم ضرب خوب میزد، هم یه ستارکی میزد، میرفت با این برای بچه های اهل فضل مثلا فرض کنید اخوان ثالث و آقای کتکنی و اینها، شنیدم یه هشت و نشتی داشت و خیلی بهش خوش میگذشت روزگار. تو بازارا میرفت مشهد سلام علیکی آج آقا فلان یه حرفا بفرمایید چای اینها، شنیدم رقصم میکرده. خیلی خوب، حالا طوری شده است که 16-17 هزار نفر چاقوکش باید از این آقا افتاد کنه مردم نکشنش. خب وقتی این آقا 17-18 هزار نفر یا بگو 2000 نفر چاقو کش به دور خود جمع کرده که ازش نگهداری کنن، معنیش اینه که از مردم میترسه. خب از اجنه که نمیترسه که، بازار هم جرات نمیکنه بره، رقصش هم که از دست داده، تنبک هم دیگه نمیزنه. برای چی؟ به خاطری که این چماق قدرت رو به دست داشته باشه. و این چماق قدرت این آقا رو بدبخت کرده، به این رو از خودش زندانیه، استبداد خودشه، خبر نداره. تا روزی که مردم به زور بکشنش بیرون، اگر عمرش کفاف دهد انشاءالله زنده باشد که مردم از این سوراخ بکشنش بیرون، یعنی بیت رهبری، میرود به همون جایی که همه مستبدین رفته، میبندنش پشت ماشین تو خیابونا میکشنش، یا همون جا عرض میکنم که دم در به لقاء الله میپیونده این بابا، سرنوشت بقیه. خب پس مریضه، این مریضی خود دیکتاتور یک موضوع، بیمار کردن روح جامعه یک مطلب دیگری است.
یعنی وقتی که دیکتاتور یک سیستم دیکتاتوری شرش میکنه و ساقط میشه، از میان میرود، خب ضررهای اقتصادی که وارد کرده یک موضوع است، زیانهای اقتصادی که این رژیم به مردم ایران وارد کرده با همه زیانهای اقتصادی کل تاریخ شاید برابری بکنه. اما این یک طرف قضیه است. قضیه مهم که بسیار بسیار مهمتر از این زیانهای اقتصادی هست، این در واقع فساد اخلاق هست که بعد از دیکتاتور بر جای میماند مدت‌های مدید تا دوباره جامعه حالت عادی بگیرد، چون مردمی که زیر ستم استبداد هستن عادی نیستن، مریض هستن، بیماری استبداد جامعه رو فرا میگیره، در رفتار روزمره حتی تأثیر میذاره و در گفتار، در کردار، در همه در واقع حرکات و جنات مردم تأثیر میذاره. مردم ترس زده استبداد، و این بسیار طول میکشد تا اینکه جامعه به حالت طبیعی برگرده و مردم حس آزادی بکنن. اینها طول میکشد، بسیار بسیار طول میکشد متاسفانه، که این آثار شوم استبداد از روی جامعه پاک بشود. حالا خاصه اگر دینی هم باشد که دیگر بدتر. خب اجازه بدید که از امیر خواهش کنم که یک موسیقی پخش بکنند. برگردیم خدمت شما نازنینان، ببینیم چه می شود روزگار ما اینجا. عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود بر شما هموطنان بزرگوار، کتابی هست به نام چند تاریخچه
ما عرض کنم که بایستی قدر کسانی که برای مملکت زحمت کشیدن به خصوص در راه آزادی بدانیم و اینها رو فراموش نکنیم. در مقطع انقلاب مشروطه ما یک شخصیت بزرگ وارد جریان مبارزات برای آزادی شد و اینها ارامنه‌ای بودند که به ایران آمده بودند و مشهورترین اینا یفرم خان ارمنی بود در همون مقطع مشروطه. و تقی‌زاده میگوید این مرد ناپلئون بود، در هیچ جنگی شکست نخورد. داستان زندگیش فوق‌العاده شگفت‌انگیزه که در روسیه گرفته بودن، به سیبری فرستاده بودن، پیاده گریخته تا ژاپن رفته، بعد از اونجا برگشته. و عرض کنم بله، این تصویر یفرم خان هست که نامی از این مرد برده نمی شود و این جانش رو به خاطر آزادی ایران در جنگ شوریجه از دست داد. عرض می کنم که در جنگی که با سالار و دوله می کردن، چون این سیستم قاجارها که سقوط کرده بود دست بردار نبودن، شاه و سلطنه بود، سالار و دوله بود، چند تا سردار دیگه هم بودن و اینها، این سالار و دوله که چند سال جنگ می کرد، یفرم خان در جنگ شوریجه دید که نبرد خیلی سخته، اونجا یک دهی بود و اینها برج و باروی داشت، عرابه رو سوار شد و هجوم برد برای گرفتن اون دژ. یک گلوله آمد و بر صورت یفرم خان شجاع خورد و یفرم خان به قتل رسید. در تمام جنگ هایی که ملیون با گروه های ارتجاعی می کردن، جنرال شیپ با یفرم خان بود و معاونش کنار دستش سردار اسعد بود و گروه بختیاری. و این تیم بختیاری و گروه ارامنه، اینها این مشروطه رو نگه داشتن، تمام دشمنان رو شکست دادن. هنوز نه ارتش نوینی بود، نه نمیدونم ژاندارمری بود به این وجهی که بعد پیدا شده اینها، ولی این نیروی ملی که در تهران ساکن شده بود نه تنها تهران رو گرفتن، حتی در یک مورد ارامنه برخورد کردن به یک گروه بختیاری نزدیکای کرج، اینا به تهران نرسیده بودن، تیراندازی شد، تعدادی از فرزندان خوانین کشته شدند. اون سردار اسعد هست، ملاحظه میکنید در سمت راست یفرم خان، یفرم خان نشسته، این سردار اسعد هست، بله، سردار اسعد سوم که ایشون وزیر جنگ رضاشاه شد و رضاشاه ایشون رو به قتل رسوند. بعد از این همه خدمت که این مرد به مرحوم رضاشاه کرد، این جوابش با قتل این مرد بزرگ بود و اون هم یفرم خان هست که ملاحظه میکنید سر تا پا مسلح با موزر M96، این اسلحه که در دست بله یفرم خان هست، اسلحه کمری است که جعبش قنداق میشد، یکی از شاهکارهای اسلحه سازی است، خیلی از این اسلحه استفاده شد، دست سردار اسد هم همون هست بله. و اینها میگوید که سردار اسد بزرگ حاج علی قلی خان فرمانده سپاه بود. یفرم میگوید من نمیدونستم چگونه با سردار اسد روبرو بشم، پیغام داد که بیا ببینمت. حالا ما خوانی رو کشته بودیم نصف شب، فکر کردیم نیروهای ارتجاعه. میگوید رفتم خدمت سردار، با کمال ادب و متانت و بزرگواری من رو پذیرفت، گفت شما ناامید نشوید، ناراحت نباشید، از این اتفاقات در انقلابات میفته و دلگرم باشید. مقصود این که در تسخیر تهران یفرم خان دست داشت، گروه ارامنه و در تمام جنگ هایی که در اون دوره شد. و بعد این که میگویند که سکولاریسم چیز خیلی مشکلی است و مردم ایران چنین و چنان، ما دینی هستیم و اینا، نه چنین نیست. بزرگترین شغل اجرایی مملکت که ریاست شهربانی بود به یفرم دادن، مردم خیلی خوشحال بودن
و خیلی در واقع قدر میدانستند از یپرم خان. همون عکس یپرم رو بیارید، همین عکس، بله بله، همون عکسی که تنها ایستاده، بله، با تفنگش در دستش، این مرد مبارز دلاور. و تقی‌زاده به صراحت میگوید یکی از پایه‌های اصلی مشروطه، عرض کنم که یپرم خان است. تفنگی که در دست دارد نوغان روسی از موزین نگانت، به پارسی نوغان میگفتند، بله، نوغان روسی هست. در اون روزگار، در اون مقطع، ما تاجران اسلحه داشتیم، اسلحه در دست مردم بسیار بود، هر همینجا تفنگ فروشی ها بود. بعد که چماق آمد زدن که دیگه یک قلم تراش هم میگرفتن. آقا وقتی که ملت مسلح باشه دولت نمیتواند زور بگوید، اما وقتی که شما به ضرب ژاندارم و شکنجه و اینها اومدی، یه پوک فشنگ هم از ملت گرفتی و اینها، خب تو سرش میزنی، کاری نمیتونه بکنه. همین امروز که ما این حرف رو داریم میزنیم، بحث عمده این تبصره دوم قانون اساسی آمریکا هست که میگوید مردم باید مسلح باشن به دلیل اینکه مبادا روزی استبداد حاکم شود، کودتا بشود و این قانون اساسی رو پایمال و لگدمال کنند، مردم از خودشون دفاع کنند. میزان اسلحه‌ای که در دست ملت آمریکاست از بیلیون بالاست. هر منزل آمریکایی اسلحه خانه است. میگن من گذاشتم از خودم دفاع کنم، از قانون اساسی دفاع کنم. آمدن سیستم‌های استبداد مردم ما رو تو سری خور کردن، تو سری خور، یکی پس از دیگری را مینداختن. گروه های ژاندارم این اواخر که من ایران بودم هم همین طور بود، یک مرتبه میریختن یه دهاتی بیچاره، یه پوسپوری داشت از این چیزهایی که مال قرن 18 هم از سر پر میشه، میزدن کتک و ناخون میکشیدن و اینا که برو اسلحت رو بیار، میخوایی حکومت سرنگون کنی، فلانی بیچاره بدبخت فلک زده. یه الاغی داشت، این پوسپره رو میذاشت بغل این پالان، این الاغ گرگی چیزی نصف شب بیابون گوسمنداش رو نخوره، میزدن و میبردن. و این ژاندارمای نام نمیبرم، حالا این چند تایش که من میشناختم که این کسافتکاری ها رو میکردن در حومه و حوزه ما، ولی در روزگار مشروطه اسلحه فروش اسلحه آزاد بود، مردم میخریدن، مسلح بودن، توانستن از خودشون دفاع کنن. بعد که مردم رو بیچاره کردن، استبداد خشک کرد، حالا 4 تا جادم کشید ولی تو سرش بخوره، روح ملت رو کشتن و مردم رو ذلیل کردن و ضعیف کردن و اون روح وطن پرستی و رشادت رو در مردم کشتن. گفتن شما باید تابع مرکز باشید، تابع اون یه نفر، حالا بشینید بگوید این از اون بهتر بود، اون از این بهتر بود، و بهتر بود که اینجوری نمیشد که. باری یپرم رو فراموش نکنیم. اینجا تنها کسی که مستقلن در باب یپرم مطلب نوشته مرحوم کسروی است، احمد کسروی زنده نام، این مرد بزرگ شریف، این دانشمند بی نظیر، مرد علامه که او رو هم آخوندها کشتن. اینجا حالا وقت ما هم کم هست، من سعی میکنم این نوشته کسروی برای شما بخوانم. میگوید در ایران کمتر کسی نام یپرم نوشته است، یپرم هم نوشته میشه، یپرم خان را نشنیده و کسانی که تاریخ مشروطه ایران را میدانند از اندازه کارهای او آگاهند. این زاده ارمنستان در آن جنبش از میان آزادی خواهان سر برافراشت و دلیری و شایستگی بسیار از خود نشان داد و یکی از سرداران به نام جنبش گردید و سرانجام در اون راه کشته شد. بله اینم نشون بدین. بله درود بر روان این مرد بزرگ که بی اندازه دلاور بود و کمک کرد به مردم ایران در حصول آزادی. یپرم خان ارمنی معاونی هم داشت، کری اگه اشتباه نکنم، یا کری، حالا نمیدونم کدومش درسته، بهش میگفتن پدر. پدر، بله، روزی که یپرم خان کشته شد، اون کسی که تیر رو انداخته بود پسر یکی از خوانین اون دژ بود،
بردنش پیش فرمون فرما، چون فرمون فرما فرمانده کل جنگ شده بود. و پسر بزرگترین من رو کشتی؟ گفت که ده ما رو، این دژ ما رو زیر باران توپخانه گرفته بودن، شما هم بودین دفاع میکردی. بعد فرمون فرما میگوید این پسر رو، پسر 18 ساله بود، اون تیر رو انداخته بود، گفت بفرستیمش ببر بره تهران. وقتی بیرون آمد یکی از مجاهدان ارمنی اون رو کشت، اون پسر رو کشت به انتقام خون یفرم خان. خب از این مرد در تاریخ مشروطه در بسیار جاها نام برده شده و کارهایش نوشته گردیده، ولی به جا بود که تاریخچه جدایی از او در دست باشد. این تاریخچه که در اینجا به چاپ میرسد یکی از ارمنی های تهران چند سال پیش نوشته و به نزد آقای کسروی آورده و چنین پیداست که اون را از ارمنی ترجمه کرده است. چنان که خوانندگان هم خواهند دید شیوه نویسندگی اون ناشیانه است، با این حال ما اون را عوض نکرده بهتر دانستیم که چنان که بود به چاپ برسانیم. تنها در برخی جاها که معنی نافهمیدنی بود اندک دستی برده شد. این رو کسروی میگوید. بله اینجا از بمباردمان مجلس شورای ملی از طرف محمد علی میرزا، بله، تأثیرات عمیق و سرنوشتی مرگبار به جنبش مشروطه ایران بخشید میگوید. ظاهراً مقصود نقشه کشی اجرا شد و ضربت به نتیجه مطلوبی رسید، یعنی جنبش انقلابی خاموش و اقتدار مستبدی مطلق بر وضعیت شد. انجمنها که کانون انقلاب محسوب می شدند بسته شدند. پیشوایان مشروطه خواهان یا دستگیر یا پنهان شدند یا فرار کردند و اغلب از طرفداران مشروطه در وحشت و اضطراب افتاده خودشان را جمع کرده کنارگیری کردند. این قضایا را به تفصیل عرض می کنم. مرحوم دولت آبادی که از بزرگان آزادی خواهان ایران بود در اون روزگار، در کتاب حیات یحیی به دقت آورده. مرحوم کسروی هم در کتاب مشروطه ایران به دقت نوشته روزی که قزاقای روسی که در ایران بودن مجلس رو به توپ بستن، ده خدا چه میکرد، تقی‌زاده کجا رفت، دولت آبادی خود بقیه آزادی خواه مدرد، چگونه ملک المتکلمین رو کشتن، میرزا جهانگیر خان رو کشتن، مشهور به سور اسرافیل، شکم پاره کردن و اینها. اما عرض کنن که ملت از پای نایستادن، یعنی تحمل نکردن این داستان رو. بختیاری ها به کمک آمدن و این افتخار به تاریخ بختیاری و ملت بزرگ و رشید بختیاری تا جاویدان بر جای خواهد بود که در تیره ترین روزهای تاریخ ملت آمدن و خطر کردن، بسیار کشته دادن، اما در واقع مستبدین رو از کشور بیرون کردن و آزادی برای ایران آوردن. و نیز چنین بودن مجاهدان شمال و همچنین بودن مجاهدان ارمنی. نقش ارامنه بسیار بسیار مهم بوده. خب البته اینها کفار هستن، این ارامنه رو بایستی گرفت، اینها رو معلوم شود که یا شیعه کرد یا اینکه از مملکت بیرون کرد، بیرون آمدن. یعنی در واقع ایران ما داره یک دست پاک و پاکیزه بچه آخون میشه و آخوند حاج آقا، همش حاج آقا، 100% حاج آقا. الحمدلله که مملکت 100% حاج آقا شد. یک آدم درست حسابی تو مملکت که بشه بردش تو این حکومتی ها، عرض میکنم که بگو آقا اینم هموطن منه و اینم جز حکومتگره، آدم روش بشه بگه آقا اینم جز این حکومت است و ایرانی، آدم روش نمیشه. نگاه کنید به احمدی نژاد و اون داره دسته و یه مش جگ و جونور، به معنی جونور که چیز خوبی است، من نمیدونم. اگه عکسی هست که نشون ندادین از سایر سران مشروطه هم میتونین نشون بدین. عکس باقرخان من دارم میبینم، فکر میکنم بله این باید باقرخان باشه. باقرخان نشون بدین لطفا. آها خیلی عکس رشیدی است این. بله باقرخان، بله باقرخان اینجا
تفنگ ماوزر 1896 که اصطلاحاً بهش سویدیش ماوزر میگفتن در دست داره، کالیبر 6.5x55. هنوز همین اسلحه داره شهرت و اعتبار هست در میان تیراندازان اروپا و آمریکا، بی‌نظیره به لحاظ دقت. بله اینجا اینا رو سوئدی ها آوردن، کارخانه ماوزر ساخت و به سوئد فروخت، اون هم برای تعلیم ژاندارم آمدن این ماوزر 1896 رو آوردن و به دست مجاهدین هم افتاد. وقت ما متاسفانه هم بتونم به پایان رسید، عذر میخوام از شما، خیلی دلم میخواست که این داستان یفرم خان رو تا پایان پیش ببریم و یادی بکنیم از بقیه جانبازان راه آزادی، گرچه برباد رفت و همه این تلاش ها پراکنده شد، اما هوس آزادی و آرزوی آزادی از دل مردم ایران هرگز بیرون نخواهد رفت و این خونخاران عقب مونده جنایتکار که از زیر زمین بیرون آمدن، نمیدانم این جانوران کجا بودن، اینها رو به خاک خواهد سپرد و چاره ای نیست جز این که آزادی بر این سرزمین حاکم بشود و این ملت به حقش که حاکمیت این سرزمین هست برسد. از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید، از امیر گرامی دوست محترم در اتاق فرمان سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.